عفو بین الملل میگوید نیروهای ائتلاف بین المللی ضد داعش در موصل قوانین جنگی را نقض کردند. رهبران سنی عراق ضمن اعتراض به کشتار غیر نظامیان از سازمان ملل متحد خواستند مانع انتقام گیری از ساکنین موصل شوند. خبرنگار صدای آمریکا در منطقه میگوید کشتار غیر نظامیان در موصل شکاف میان شیعه و سنی در عراق را افزایش داده است. برای بررسی بیشتر علی جوادمردی از عراق با ماست. علی، ماجرای کشته شدن غیر نظامیان در موصل خیلی بحث برانگیز شده، در این مورد توضیحات بیشتری بده تو. پیام بعد از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز عفو بین الملل هم بیانیه صادر کرد. در این بیانیه به شدت از دولت عراق انتقاد شده و گفته دولت عراق که از غیر نظامیان میخواد که در خونه هاشون باقی بمونند، وظیفش هست که جان اونها رو هم حفظ بکنه و گفته که حملاتی که روز 17 مارس یعنی 11 روز قبل در موصل، در منطقه موصل جدید شکل گرفت، بیش از 150 غیر نظامی رو کشته و از دولت آقای عبادی خواسته هیئتی رو برای تحقیق هر چه سریع‌تر در این مورد تشکیل بده. اعتراض‌های دیگری هم شده، ولی مهمترین مسئله این هست که صدای بسیاری از سنی‌هایی که در دولت آقای عبادی هستند هم در اومده. اصیل نجفی استاندار پیشین موصل گفته این کشتار سنی هاست، کشتار سنی هاست به طور دست جمعی و این تنها یک مورد نیست، موارد بیشتری هم بوده. با این بهانه که تکتیراندازان داعش بر پشت بام این خونه ها بودند، اونها رو هدف قرار دادند یا از هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا خواستند که اون مکان رو هدف قرار بدن، که در اکثر موارد غیر نظامیان کشته شدند. به طبق گزارش سازمان ناظر بر حقوق بشر، تنها در یک ماه بیش از 4000 غیر نظامی در موصل کشته شده. این جدا از افرادی است که هنوز زیر آوار موندند و همین مسئله باعث شده که شکاف بین شیعه و سنی، سنی اون بخشی که در دولت هست، بیشتر بشه. این رو هم بگم که صدای آمریکا نخستین رسانه فارسی زبان بود که این خبر رو منتشر کرد، خبر کشته شدن بیش از 200 غیر نظامی رو، که البته امروز فرج سراج نماینده موصل در پارلمان عراق گفت که تعداد کشته شدگان 263 نفر بوده. حالا علی، با توجه به این اختلافات شیعه و سنی که تو عنوان کردی، جنگ در موصل به کجا رسیده؟ پیام، این مسئله پیشروی نیروهای عراقی رو تحت تاثیر قرار داده. بخش غربی شهر موصل هنوز 600,000 نفر غیر نظامی اونجا هستن و نیروهای دولتی بعد از اینکه انتقادهای زیادی از اونها شده و آقای عبادی وعده داده که چنین مسئله تکرار نشه یا حتی امکان نیروهای نظامی عراقی مواظب باشند، بسیار نیروهای عراقی بیشتر از گذشته حساس شدن نسبت به این مسئله. میشه گفت که به همین دلیل امروز و البته دلیل بارون رو، بارندگی رو هم باید اضافه کرد، هیچ پیشروی نداشتند و اونها تنها سعی کردند امروز مواضع خودشون رو حفظ کنند. ولی خبر مهمی از پیام که در دیاله در عراق داعش یک گردان رو تأسیس کرده، ویدیوش رو در وبسایتش پخش کرده تحت عنوان گردان فارسی، که در اون چند نفر ایرانی میان صحبت میکنن، فارسی صحبت میکنن و تحت ویدیو اسمش هست کشور فارس ما بین دیروز و امروز، که در اون پیکارجویان داعش از ایران رو تهدید میکنند، حاکمان ایران رو تهدید میکنند. آموزش تعدادی از پیکارجویان رو نشون میده که به تصاویر آیت الله خمینی، خامنه ای، قاسم سلیمانی و روحانی شلیک میکنند و در پایان هم 4 سرباز عراقی رو سر میبرند مقابل دوربین به نشانه تهدید ایران و میگن که به زودی به ایران هم میرسن. البته مشخص نیست، این رو اضافه کنم که در چنین شرایطی که داعش در حال شکست و نابودی هست، این ویدیو چه تأثیری میتونه داشته باشه. البته برخی از رهبران سنی مذهب در داخل ایران را هم اینها تهدید کردند.